دوستان عزیز و گرامی، خدمت شما سلام می رسانم. امیدوار هستم که ایامتان به خوشی و سلامتی سپری شده باشد. همونطور که در هفته گذشته در قسمت سیوم سخن با شما صحبت های داشتم، به جای رسید که ما در آماتورا بودم و با احمد ظاهر آشنا شدم و در این برنامه می خواهیم تمام خاطراتی که البته زیاد شاید دو سه برنامه را در بر بگیره، خاطراتی که با احمد ظاهر داشتم و کنسرت هایی که با احمد ظاهر داشتم و چشم دیدایی که با احمد ظاهر داشتم در این برنامه میخوایم خدمت شما بگویم و امو به اصطلاح چشم دیدای خود براتون قصه بکنم که امیدوار هستم خالی از دلچسپی هم نباشم. در افغانستان وقتی که احمد ظاهر همونطور که گفتم از هندوستان آمد و آمد در کورس های موسیقی و همراه ما آشنا شد و ما را انتخاب کرد به عنوان نوازنده، اولین کنسرتش در کابل انداری بود که بسیار سر و صدا برپا کرد و به حد و به انداز استقبال شد. بسیار استقبال شدید بود که شما احتمالاً کاست های اینایشان از جای مختلف شنیدین، کاست هایی که ثبت شده و مردم ثبت کرده بودن. بعد از او باز کنسرت های مختلف داشتیم، ما جای مختلف بود. مثلا در شبای جشن ما دو سال اول با احمد ظاهر در کمپ وزارت مالیه بودم، باز در سال سوم بورس تحصیلی گرفتم به ایران رفتم، ولی در طول دو سال که در کمپ مالیه بودم در شبای جشن، پیش از او کنسرت های دیگه زیاد داشتیم. در شبای جشن بسیار جالب بود، کمپ وزارت مالیه خود منطقه جشن بود که حتما یک تعدادی که در اون زمان بودن افغانستان به خاطرشان است. بسیار یک صحنه بسیار کلان داشت، بالای یک استیج بود، در شروع یک دفتر بود. در سال اول احمد ظاهر قرارداد کرده بود با وزارت مالیه به خاطر شوای جشن، هفت شوای جشن باید موجه هر شب موزیک میزدیم و وطندارای ما میامدن، بسیار زیاد بود دیگه. تعداد نام خدا جمعیت یکال بود که تا مردم در بیرون کمپ هم او طرف کمپ چیز بود، چمنا بود که مردم در چمنا میشیشن که از اون دور هم گوش میکردن صداره. و بسیار سال اول ما تو از بین مردم یک راروی در بین مردم بود، دو طرف مردم شده بودن و ستیج در بالا بود، ما باید از بین مردم تیر میشدیم. که احمد ظاهر بعد از سال اول تصمیم گرفت در سال دوم چرا مردم نمیماندن که تیر شد، استاد میشدن، هر کی اوخ کمره و یک پا در او زمان نبود که عکس بگیرن، هر کی استاد بچه رو سلام علیکی که ما کم بگو دست پرت و خلاصه، گفتن که یک ذره خطرناک هم است و در ضمن یک ذره باید احتیاط شود. باز در سال دیگه هم از ظاهر شرط ماند، گفت ما به یک شرط میایم که دمی بغل دست راست خود کمپ یک دیوال چوبی بزنن، یک راهروی باشه و یک نفر موظف هم اینجا باشه، کسی دیگه اینجا داخل و خارج نشه، ما همراه نوازنده ما زیرا داخل میشم و خارج میشم، برای اینکه از ما بین مردم نمیخوایم تیر شویم. با سال دیگه هم این کار کردن و واقعا بسیار بسیار شبای زیبا بود. احمد ظاهر در اون شبا تفریح زیاد نمیکرد، همونطور که ما در باز برنامه دیگه هم گفتیم که احمد ظاهر در کنسرت ها نیم ساعت میخوان نیم ساعت تفریح میکرد. مثلا در کانتیننتال یا در جایی که کنسرت بود همیشه نیم ساعت میخوان نیم ساعت تفریح میکرد، ولی در شوای جشن حدودا یک ساعت میخوان یک نیم ساعت تفریح میداد، باز یک ساعت میخوان می رقم برنامه را پیش میبرد. و واقعا شوای جشن همونطور دیگه تکک بود، صحنه کمپ وزارت مالیه و در اون زمان احمد ظاهر زیادترین پیسه را میگیره، شب 20,000 افغانی در سال اول که من میگم زمان ظاهر شاه بسیار پول زیاد بود، به حد و به اندازه. یک مامور دولت در اون وقت 1,200 افغانی ماش یک ماش بود که یک آیله 5-6 نفر فامیل خود نان میداد، ولی در یک شب مثلا 20,000 افغانی میگرفت، زیاد پول بود و بر ما پیسه خوب میداد، بر ما شب 2,000 افغانی میداد، بر نوازنده پیسه، بر خودش هم آدم بود که پول خود هیچ وقت نگاه نمی کرد و زیادتر مصرف مردم غریب و بیچاره می کرد. در جایی که یک غریب و بیچاره را می دید هرچی که دم جیبش می بود بر از اونا می داد. و بعد از او باز ما جای مختلف دیگه در سینمای پارک کنسرت تر کردیم دادیم، در سینمای زینب ننداری، در هتل اسپینزر، در هتل اومایون، هتل یک روبروی سینمای زینب یک هتل بود و در طبقه دومش یک سالون داشت به نام اومایون هتل. پس آنها دوستا گفتن نامش تغییر کرد، نمیفهم، ولی در اون زمانه ما اسم هتل اومایون بود. در روژه بودیم در خوم زرگر که استاد شاولی ولی ترانه‌ساز درست کرده بودن، در خوم زرگر برنامه تر کردیم.
و در بالروم کانتیننتال بسیار زیاد بود. یک دفعه برای یک سال کنسرت بود و کنسرت که شب که خالده پرگل کشته شد در افغانستان در کابل، البته در خود کابل نبود، در قسمت شمالی کشته شد، در اون شب ما کنسرت داشتیم در رستوران مارکوپولو در چرای ترابازخان بود، روبروی سفارت پاکستان در طبقه دوم بود در رستوران مارکوپولو. ما در روز کنسرت داشتیم و احمد ظاهر یک کنسرت گذار بود به اسم سلیمان جان، دوست بسیار خوب بشم بود و بسیار پسر خوبم بود، مرد بسیار خوب بود. امروز از او قرارداد کرده بود در بالروم کانتیننتال برای یک سال، برای یک سال، به این مالا که هر شب جمعه در روز ما کنسرت داشتیم. احمد ظاهر میخوند و احمد ظاهر گفته بود، اما در قراردادش آمده بود که اگر من یک شب جمعه یک چوکی خالی را دیدم، در شب جمعه دیگهش کنسرت نمیتم، ولی باز در بعدش کنسرت میتم. ولی باور کنین در طول یک سال اتفاق نفتاد که ات یک شب جمعه چوکی خالی خواهی هیچ امکان نداشت، نبود به هیچ صورت. یعنی هر شب جمعه 100 نفر در روی زمین شده بودن دور و دور بالروم کانتیننتال، گفته بودن ما تکت میخریم میتونیم منتاد می زمین بشینیم، فرق نمیکنه اگه چوکی نباشه. یعنی به این صورت بود و واقعا شبای بسیار زیبا و شبای بسیار عالی بود. ما احمد ظاهر باز مواقع هنرمندای تازه کار که می آمدن، هنرمندای جوان می آمدن، همیشه دعوتشان میکرد سر استیج، حتی کدشون دوگانه می خواند، می گفت بخوان یک آهنگ، بسیار تشویق میکرد هنرمنداره. و سفری هم داشتیم ما، دو کنسرت در خارج، زمانی که تا زمانی که من امرش بودم در پل خمری یک کنسرت داشتیم و دو شب هم در مزار شریف. یادم میاد که در کنسرت پل خمری در اون زمان اکبر جان رامش روان شاد باشه و در من بسیار عزیز و دوست داشتنی ما در اونجا زندگی میکرد، یکی دو آهنگ خوانده بود، اکبر جان هم شناخت. احمد ظاهر ما که رفتیم مهمان ما رو مهمان کرد و در سینمای پل خمری یک کنسرت بسیار خوب تیر کردیم و بازم و شوا شوا از او ما یک 3 روز پیش رفتیم به پل خمری که یک 2 روز مهمان اکبر جان رامش بودیم و بعد از او باز کنسرت تیر کردیم. بعد از کنسرت احمد ظاهر گفت میریم مزار. یک تعداد نوازنده، استاد ننگیاله همراه استاد اسماعیل خان و کسی که سعود و وسایل موزیک اینا را آورده بود، اینا به طرف کابل رفتن. ما با احمد ظاهر و بچه کاکای احمد ظاهر، صمد جان نامش بود و یکی از دوستایشان که از سینمای بارستان بود، عبدالله جان حمیدی، که یک موتر فورد مستنگ مدل سالم داشت، به طرف مزار رفتیم. احمد ظاهر گفت من خودم درایو میکنم. خب ما را در راه خواب برد و ما رسیدیم به مزار شریف. صبح که شد قبل از اینکه بریم به سینما و بره قرارداد دیگه پا، احمد ظاهر هم تلیر خواست، برش پیسه داد، گفت که یک دو دانه گوسفند بخر بیار ایجا و یک قصاب هم بیار. خوی رفت گوسفنده را آورد که قصاب، گفت چی کنیم؟ گفت که یارا بکش، گوشتشان بیرون تقسیم کن بر مردمه که محتاج هستن. ما از مزایر سوال کردیم که حالی علتی کار چی بود؟ گفت والا دیشب کل را خواب بودم، همین کل را که درایف کرده بود، رانندگی کرده بود، کل را را گفت. ما گفت ما را خدا رسانده باید خیرات کنیم. بسیار آدم با اعتقاد بود، بسیار واقعا در شبای کنسرت ما میرفتیم خانش، میگفت بیاین اینجا، باز اینجا یک جای حرکت میکنیم. باز پیش از اینکه ما از خانه ببرمدیم، باز یک مومه بود در خانه شان که بسیار یک خانم محترم بود. من چند سال پیش هم در یکی از برنامه های تلویزیونی همراه مومه صحبت های داشتم و در امریکا زندگی میکنه، شکر خدا که هنوز حیات داره. و این مومه در خانه احمد ظاهر بود، یکان کارایش رو میکرد. احمد ظاهر مومه رو مثل مادر خود دوست داشت و باز وقتی رفتن که میشد به طرف کنسرت با صدا میکرد که مومه ما میریم. باز مومه قرآن شریف می آورد سر دروازه میگیره، باز ما را 3 دفعه زیر قرآن تیر میکرد و باز میگو بریم نال پشت مادر کوس. بسیار آدم با خدا بود و بسیار اعتقاد قوی داشت و مردم غریب و به حد و به اندازه دوست داشت. یعنی هیچ باورتان نمیشه، ما چشم دیدای خود براتون قصه کنم، واقعا آدم ایران میمونه که چرا کمک خدا چیه که شخصیت برای احمد ظاهر داده بود. بسیار یک هنرمند مردمی بود، مردم خدا به حد به اندازه دوست داشت. من یادم میاد 2-3 دفعه اتفاق افتاده. یک دفعه آمد مرا ورداشت، من در خانه بودم، آمد گفت بیا که بریم در روبروی بانک پشتنه و هتل اسپینزر، یک کوچه یک بود، دمیجه یک جایی بود بولانی درست میکردن، بسیار بولانی مزه‌دار بود اون زمانهای قدیم، گفت بیا که بریم یک بولانی خوردن.
ما که آمده موتر اگر در نزدیک های پیش هتل اسپینزر پاک کرد آمدیم که تیر شویم از سرک یک آدم در روی ما آمد آمد زایر گفت که آمد زایر جانم امروز چاشت هم میمان ما نمیشی سونما سعی کرد گفت ما خو گشنه هستیم میریم بولانی خوردن چطور میشه گفت همی چاشت خانه ما بیا گفت کجا آدرس گرفت و خب او وقتا در افغانستان تا سالهای آخر تا وقتایی که ما بودیم تو آدرس مشخص نبود که نام سرک و شماره خانه و دیگه و دیگه خب همه تو تقریبی یک میگفتن که در اینی طرف کارتیسی که میایی باز این سرک بگرد در اینجا خب خلاصا ما آدرس گرفتیم گفت برو برو خانه ما یک سال باد میم اما ظاهر گفت برو نمیخوره میریم خانه هم یادم هیچ نفر نمیشناخت یعنی من این رو برای شما میگم که یعنی هیچ هنرمندی کار نکرده که یک آدم دم راهش بگیره بگه بیا چاش خانه ما بگه برو این آمدم باز آمزایر عادت داشت در خانه کسی که نمیشناخت می خانه هر کس که رفته بود همین دو دقیقه که میشش باز به صاحب خانه رو میگفت که هارمونیا داری؟ اگه طرف هارمونیا میداشت خود خانه افغان در افغانستان هیچ خانه نبود که در او هارمونیا نباشه باز یک هارمونیا رو میاردن یا هر رقم هارمونیا که بود که ازش میخواند هیچ در قصه از گپا نبود که چه رقم هارمونیا است و طبله نواز داریم نداریم ما اگر کدام ساز ضربی می بود می نواختم در غیر از او در یک کاسه در یک قوطی در یک چیز برای شما ریتم می گرفتم و این می خواند بر از اونا پس نو ده تا آهنگ می خواند باز دسترخانه کوار می شد و نان می خورد و باز اطفالشان جمع می کرد سه چهار تا فلکای خورده باز 200 روپیه و 300 روپیه بسیار پول بود در زمان با این بته و با او بته روی هایشان ماش می کرد و گدای بچه های که گداییگره که در سرک ها می دید که بیچارا اینقدر از نظر ظاهری روی خود با سه چهار روز نشستن روی چتل کالا جتل اما تیاره در بغل میگرفت و نوازش میداد فکر میکردی که اولاد خودش است دیگه خاطره ها بسیار زیاد است من نمیخوایم که زیاد طولانی شوه انشالله در هفته آینده باز یک قسمت دیگه خاطره ها را و بعد از او جریان های دیگه سفرهای خود به ایران و آلمان و همچنان امریکا بر شما قصه میکنم امیدوار هستم که در صحبت های امروز که با ما بودین دقنا آورده باشه و حوصله‌تان سر نرفته باشه این بود بخش چهارم سخن با شما انشاءالله در هفته آینده باز با بخش پنجم میریم قربان شما شب روز شما خوش خداوند یار و مددگارتان